درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در رابطه با کوروش بزرگ صحبت می‌کنیم، به اینکه این مرد بزرگ که سمبل آزادگی و آزادی خواهی است رو درباره صحبت می‌کنیم به مناسبت صحبت‌های پاسدار زرقامی درباره مقبره کوروش یا آرامگاه کوروش. عزت الله زرقامی، پاسداری که در بیت رهبری بزرگ شده و زیر لوای رهبر و جمهوری اسلامی تونسته برسه به مدارج بالا، در حالی که اگر حکومت پادشاهی بود، عزت الله زرقامی فروشنده دورگردی می بود، چون اینها نه سواد خواندن و نوشتن داشتند و نه تفکری که بتوانند دنبال تحصیل برند. حالا این آدم، یعنی عزت الله زرقامی، که مدت‌ها رئیس رادیو تلویزیون ملی ایران بود که اونجا رو به گند کشید با برنامه‌ها و سریال‌ها و فیلم‌هایی که اونجا می‌ساخت و بعد از اون می‌خواست رئیس جمهور بشه که نشد و حالا اونو گذاشتند مسئول امور فرهنگی. محلی مهم که به عنوان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اومده، به عنوان کسی که یک آدم فرهنگی هست و در میراث فرهنگی کار میکنه، درباره آرامگاه کوروش صحبت کرده. گفته مقبره کوروش در پاسارگاد، مردم نمیتوانند به دلیل بودن مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند و چاه بزنند. قدیما می گفتن فلان چیز به شقیقه چه کار داره؟ اصلا ربطی به هم نداره و تازه آرامگاه مردی است که ایران رو بر مبنای فرهنگ، هنر و آزادی بنا نهاده و تمام جهان اون رو به عنوان سمبل آزادی می شناسند. اون وقت آدمی مثل زرقامی آمده و این صحبت بی ربط رو می زنه. فضای مجازی و کاربران فضای مجازی صحبت‌های خوبی کردند که چند تایشون رو براتون میگم. شخصی گفته استان فارس سالانه 700 میلیون متر مکعب بیشتر از آنچه برداشت می‌کنند، یعنی بیش از دو برابر استان اصفهان. چگونه زرقامی چنین سخنی میگه؟ مگر نشانه‌های فروپاشی سرزمین در اصفهان، مرودشت، بختگان، ارسنجان، تخت جمشید و پاسارگاد رو نمیبینید؟ یا کسی دیگه جواب داده اگر اطراف پاسارگاد چاه زده شود، به زودی مقبره کوروش به طور کامل بر اثر فرونشست فرو میریزد. یعنی وزیر گردشگری نه اصول حفاظت آثار باستانی رو میدونه و نه خبر از بحران خوشسالی و فرونشست کشور رو. و واقعا همچین آدم های کشور رو به نابودی کشاندند و نابود شده و از این بدتر هم با این افکار پلید شیطانی که همه چیز رو در روای پیروزی و پیشرفت دین و مذهب میدانند. قول معروف خودخواهی محض. کسی که دنبال دین و مذهب میره که در آینده بهشت بره، این آدم های خودخواه، آدم هایی که خودشون دوست دارن و از الان میخوان برای دنیای دیگرشون چیکار کنن، وضعیتش درست کنند. یعنی همش با خواب و خیال و دروغ پردازی. با این فرضیات، با این صحبت ها، این شخص اومده این صحبت ها رو کرده و مردم بسیار ناراحت شدند. حالا یک جوان ایرانی که عشق به کوروش داره، درباره کوروش صحبت میکنه، داره یک کار فرهنگی در رابطه با کوروش انجام میده. به صحبت های این شخص گوش کنید. رفتم اول نورچمستان، دیدم اونجا خیلی شرجیه، یکی بهم گفت برو کلاردش. اومدم کلاردش، دیدم اصلا اینجا هیچ خونه ای کولر نداره. بله بله، اینجا بهشته. کرده بودم که دیگه اومدم این خونه رو پیدا کردم و اجارش کردم و شروع کردم توش به ساختن داستان یک ملت بزرگ. چقدر داری روی کار میکنی؟ الان 5 سال و 3 ماه دارم روی کوروش بزرگ، اسطوره راستی و درستی کار میکنم. میخوایی میذارید همینجا یا میخواید اهداش کنید سن به جایی؟ این بانو جان هدیه میشه به ملت ایران. بله. این پولی نیست. اصلا اینو من بگم ها، این تو کل ایران پخش شده. همین حرف شما که میگه اهدا شده، اهدا شد. چون که من میگم کلی میشه تو خوزستان. آفرین. چند صد کیلومتر از اینجا دورتر. من اینه دیدم اهواز و خیلی هم زیبا بود. صحبتایی که کردی خیلی عالی بود. خیلی قشنگ بود. از طرف من اگه رفتین و همه لذت بردن واقعا. از طرف من اگه رفتین اهواز، بله. اگه رفتین به خوزستان، بله. اگه رفتین به سرزمین سورنا، بله.
از طرف من به همه خوزستانیای عزیزمون بگید که من سرباز همشون هستم. زنده باشید، ان شاءالله که مثل شما ها سرباز دلاور همه شما. زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. پدر منم آبادانیه. به به. خودمونم 6 سال اول عمرمون رو تو اهواز و آبادان زندگی کردیم. من عاشق آبادان هستم، عاشق اهواز هستم. زنده باشید. ما هم عاشق سرباز همه شما هستیم. زنده باشید. همه مردم ایران. زنده باشید. اولم سرباز کوروش بزرگ هستم. بله، زنده باشید. 5 سال 3 ماه دارم به کوروش بزرگ خدمت میکنم. ماشاءالله. هر روز با عشق و ایمان. زنده باشید. مردی از تبار نیکان. بله. از نسل خورشید. بله واقعا. مردی که 2500 سال پیش گفت راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. بله. گفت دروغ نگید. بله. گفت عزیزای دلم دروغ نگید. گفت تقیه نکنید. دروغ مصلحت آمیز نگید. گفت عاشق دروغ نمیگه. عاشق به زانو زندگی نمی کنه، عاشق سرفراز زندگی میکنه، عاشق ایستاده زندگی میکنه، نه به زانو. بله. عاشق مثل بابک خرمدین زندگی میکنه. بله. عزیزای دلم، عاشق مثل ایرانی زندگی. باریکالله. در حضورتون مردی که تبدیل به اسطوره عدالت شد، مردی فراتر از انسان، فراتر از بشریت، کوروش بزرگ. این صحنه زیبا صحنه ورود کوروش بزرگ به دروازه های شهر بابل. منشور حقوق بشر تو دستای قدرتمندشه و اینم قفل دروازه های شهر بابل که کوروش بزرگ این قفل رو باز کرده و داره وارد شهر بابل میشه و قفل رو پشت سر گذاشته. صحبت ها رو گوش کردید؟ این صحبت ها که این جوان علاقمند به کوروش و صحبت هایی که کرد گوش کردید و صحبت هایی که به نام زرقامی که گفته مردم پاسارگارد به دلیل مقبره کوروش نمی توانند کشاورزی کنند. این آدم هیچ علاقه ای نه به تاریخ ایران داره و نه به مردم داره و نه به زندگی مردم داره. قبلا خیلی ها می گفتن این زرقامی عاشق تاریخ ایرانه. حالا تحویل بگیرید ببینید این صحبتی که می کنه عاشق تاریخ ایرانه. این یعنی ضدیت با ایران، ضدیت با مردم، ضدیت با پادشاهی. اینها فقط دنبال مذهب و آخرت و صحبت هایی که عرب ها از اول ابداع کننده این مذهب بودند. صحبت های زرقامی رو با صحبت های این جوانی که الان درباره کوروش بزرگ صحبت کرد مقایسه کنید که ما در ایران از این آدم هایی که مثل زرقامی هستند و تفکر زرقامی و خامنه ای و خمینی و اینها رو دارند و در کنارش هم جوانهای برومندی که سازنده آینده کشور هستند هم صحبت هاشون رو گوش کردید و شنیدید و آینده مال اینهاست. امیدوارم جوانهایی که یکیشون اینچه صحبت کرد و عمل فرهنگی و کاری که داره میکند رو دیدید با چه عظمتی داره این کار ماندگار رو انجام میده. با سپاس از شما، اگر دوست داشتید شیر کنید، لایک کنید و کامنت بذارید تا بیشتر ویدیو بچرخه و بازدید کننده های بیشتری این خبر و این صحبت های قشنگ این پسر جوان رو بشنوند. با سپاس از شما.